همراه میشیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، میبینیم که اعتراض ها به کارکنان قوه قضاییه و زندانبان ها هم رسیده. حتی شعاری که میدادن میگفتن زندانبان ها نان ندارن، اون شعاری رو که کارگران میدادن. چه شده که به اینجا رسیدیم و چه چیزی رو میتونه در پی داشته باشه؟ سلام. این شاید دو تا معنای خیلی واضح داشته باشه. یکی اینکه کار به استخون همه حقوق بگیران رسید و خب شجاعت مدنی که اقشار مختلف، شاید بشه گفت جنبش معلمان، در این رابطه معلمی کرده و پای خیلی از اقشار رو به خیابان باز کرده. این کار به استخون رسیدن رو خب همه اقشار احساس میکنن. دومی شکست ایدئولوژیک حکومت، یعنی و حکومت در اعماق خودش هم شکست خورده. وقتی جانبازان جنگ به خیابان میان، وقتی که زندانبانها میان، این نشون میده که به هر حال اون تعلقات ایدئولوژیک و اون گزینش هایی هم که شده در واقع جواب نمیده و مردم و اقشار کم درآمد یا اقشاری که حقوق بگیر هستن حاضر نیستن دنیاشون رو به دین حکومت بفروشن. این رو هم باید اضافه بکنم که به هر حال بیشتر این مشکلات ریشه در فساد، راندخاری و سوء مدیریت داخلی داره. حتی اگر بخشی از تحریم‌های خارجی هم یا برداشته بشه یا کم بشه، شاید 20% مشکلات رو حل بکنه به لحاظ اقتصادی. بیش از 3/4 مشکلات اقتصادی ریشه در فساد و راند و سوء مدیریت داره و این به جز تغییرات ساختاری راه حلش نیست. و این معناش این هست که حکومت و جامعه آبستن این هستند و جامعه آبستن این هست که اعتراضات که مدنی و مطالبه محور هست، بستر رشد آگاهی سیاسی و شجاعت مدنی و همبستگی اجتماعی بشه و به جنبش‌های اعتراضی سیاسی تبدیل بشه. حکومت این آژیر خطر رو باید بشنوه که جامعه ایران آبستن بزرگترین اعتراضات سیاسی خواهد. آقای علیجانی، در خبر دیگه در رابطه با مسئله حمایت حاکمیت از حمید نوری رو داشتیم که دادگاه های ایشون در سوئد در حال برگزاری است. فکر می‌کنم ماه آینده دوباره دادگاه هاشون برگزار میشه. خب چرا الان می‌بینیم همشهری می‌نویسه که حاکمیت اونقدر حمایت نکرده از حمید نوری؟ نظر شما در این رابطه چیه؟ ببین، هنوز خوب دادگاه به سرانجام نرسیده، هرچند قابل پیش بینی است حکم دادگاه. اما سیاست حکومت وقتی که رئیس جمهور روسیه مثل رئیسی که خودش دستندرکار این جنایت بزرگ هم هست در پیشانی حکومت قرار داره، به نظر من حمایت پشت صحنه و لابی های پشت صحنه است نه روی صحنه. یعنی اونها به دنبال همچنان انکار جنایت خاک پاشی روی اون هستن. من بذارید اینو با یه تجربه زیسته خودم توضیح بدم. سال 1378 اسفند ماهش در دوران قطعه زنجیری مصاحبه‌ای داشتم با روزنامه آریا به مدیریت جناب آقای زهدی. قتلای زنجیری رو بس کردم به اعدام‌های 67 و روزنامه این رو منتشر کرد. شاید برای اولین بار بود اعدام‌های 67 به صحنه علنی کشیده می‌شد. بلافاصله روز بعد روزنامه رو تعطیل کردم، ولی به مسئولینش گفتن شما حق ندارید بگید به خاطر چی روزنامه الان بسته است، بلکه بگید مشکلات داخلی داشتیم. ببینید، این یک نشانه. بعد در بازداشت سال 79-80 ملی مذهبی ها، من بازجویی های خیلی مفصلی روی همین مصاحبه و اعدام های 67 شدم. کار به جار و جنجال و به اصطلاح تندی با بازجو کشیده شد که شما یه صفر اضافه داری میکنی، 4000 نفر نیست، 400 نفر بوده و سندی برای این نداری. گفتم سندش خودم هستم. یعنی در یک بازجویی پر به اصطلاح حرارت با کمال تعجب دیدم در کیفر خواستم تو دادگاه اصلا این ردیف اتهامی رو حذف کردم. و برای اینکه از ترس اینکه بازم همون سیاست انکار که من نیام بیرون بگم که مثلا اعدامای 67 بوده و قتلای زنجیری چه ارتباطی با اون داره. بله. سیاست جمهوری ببیشه در دوره که پیشانیش آقای رئیسی هست انکار و خاک پاشیدن بر جنایت، ولی این معناش نیست که از حمید نوری حمایت نخواهد شد. باز هم از این گروگانگیری ها و مبادلات در پیش خواهد بود و امیدوارم که سوئد زیر بار این سازش نره. متشکرم از توضیحات شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس.